در رابطه با مهاجرین ما در هندوستان، مسئله مهاجرین ما واقعا نگران کننده است، واقعا موضوع مهم است، در اولویت تمام ما به عنوان دیپلمات های افغانستان قرار داره. تلاش های ما جریان داره، سفارت ما در هند، همکاران ما و همچنان ما و تلاش ما این است که همراه مقامات ملل متحد این موضوع را مطرح کنیم و برای بیرون رفت از این مسئله یک راه حل پیدا شود تا مشکلاتی که اونا دارن واقعا حل شود. امیدوار هستیم که سازمان ملل متحد و کشورهایی که وعده همکاری و پذیرش و انتقال مهاجرین افغانستان را داده بودن، اونا واقعا امی پروسه را تسریع ببخشند. اونا تا زمانی که همکاری نکنن، من فکر میکنم این مشکل دامه خود داشت، ولی با آن هم ما تلاش میکنیم که این مسئله را پیگیری کنیم. باشد که باز بینم دیدار آشنا را. سلام دوستان عزیز، در شهر مزدحم یا گیرودار یا بیروبار نیویورک زیبا قرار دارم. اتفاقا بر یک برنامه آمده بودم، سر خوردم با جناب نصیر احمد فائق، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، که سر از کرسی جنگ بود و جدل بود و آقای شاهی نام کالای نو پوشیده و دریشی خونه لونگیر تیار مانده بود که میایه و این مقام اعراض میکنه. سلام علیکم آقای فائق، چطور هستین؟ ما یکان شوخی دارم دیگه، با عادت هایم خوب بلد هستیم، سالا ما و شما هم دیگر هم مشناسیم. بسیار تشکر که دیدیم صدای ما را در زمین ننداختین در این روز غیر رسمی با لباس شخصی، که در لباس شخصی هم خیلی خوب معلوم میشین. تشکر کریمی صاحب، خوشحال هستم بازم شما را میبینم، خوش آمدین بازم به نیویورک، لطف کردین. خب تلاش های ما ادامه داره، شاید به اون شکلی که نتایجی را که ما میخواییم و مردم ما میخواییم هنوز در اونجا نرسیدیم. واقعیت چه بگویم، به خاطر مشکلاتی که در افغانستان هست، بحرانی که وجود داره، هنوز خاتمه نیافته. زمانی که هر زمانی که مردم ما از این بحران خارج شوند و همگی در یک زندگی حداقل رفاه و آسایش زندگی کنند، مهاجرین ما پس دوباره برگردن به افغانستان و جوانای ما به آینده امیدوار باشند، زنا و دخترای افغانستان دوباره به مکاتب برند، مردم ما در مجموع یک نظام مشروع، یک نظام پاسخگو مسئول به اساس اراده مردم که به خواست خودشان انتخاب شده باشه وجود داشته باشه، او زمان است که من فکر میکنم ما باز تلاشای ما را نتیجه داده و یا ای که ما بگویم که ما آرام و راحت خواهد شدیم. مگه موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده برانیم که آرام نداریم، شو پیوسته کار کردین. با توجه به اینکه بعضی از دوستان که مگه نظارگر هستن انتقاد کردن یا انتقاد میکنن که این اعلامیه ها، این ابلاغیه ها و این پیامایی که شما صادر میکنین در عد شعار جایی را نمیگیره. تشکر. تاریخ 21 جون جلسه شورای امنیت در مورد افغانستان بود که در این جلسه امو وضعیت 3 ماه گذشته افغانستان گزارش نماینده خاص منشی اومی ارائه کرد و در این جلسه وضعیت افغانستان، وضعیت اقتصادی و بشری، وضعیت سیاسی، وضعیت امنیتی همه مورد بحث قرار گرفت. در مجموع نماینده های کشورها یا اعضای شورای امنیت نگرانی خود از وضعیت فعلی افغانستان، از وضعیت اقتصادی و بشری ابراز کردند و واقعا وضعیت فعلی را قابل قبول ندانستند و موضوع حق زنان و دختران، حق کارشان، حق تحصیلشان مسئله بود که از طرف تمام اکثریت نماینده ها مورد تاکید و مورد توجه قرار گرفت و در این جلسه خواستار از این شدند که باید طالبا به حقوق بشر تمام مردم افغانستان یا اتباعی افغانستان احترام بگذارن و مکاتب درس و تعلیم دروازه هایش برای زنا و دخترها باز کنن، حق کارشان اجازه بتن و در ضمنش مسئله از این که تا زمانی که اینا به این وعده های خود که در قبال مبارزه با تروریسم، قطع رابطه با گروه های تروریستی، احترام حقوق بشر و تأسیس یک ساختار همشمول عمل نکنند، جامعه جهانی اونا را نه به رسمیت میشناسه و نه توقع و انتظار عادی سازی روابط و یا خارج ساختن نامشان از لیست تحریم یا فهرست تحریم ملل متحد توقع داشته باشه. بله، به می ارتباط شما هم کار میکنین، سازمان ملل متحد یک بخش حقوق بشرش به ژنوا هم است. آقای نصیر اندیشه که بعضا دوستا
به خطا میرن که هر دو سفیر یار تخلص ها غلط شدن. دمی قسمت هم یک وضاحت بتین، اتفاقا هر دو سفیر هر دوش باید نصیر نام داشته باشه. تشکر اندیشه صاحب، دکتر صاحب نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در ژنو هستند. اونا در ژنو، بله. خب سازمان ملل متحد تقریبا 5 دفتر یا 5 مقر داره که مقر مرکزیش یکش به نیویورک است و یکی به ژنو است، به ویانا هست و همچنان به اسکاپ و یا به نایروبی یک دفتر اینا دارن که به هر یک از این مقرهایشان کشورها نماینده خاص دارن. دکتر سبندیشه سفیر ما در ژنو، اونا به نمایندگی از دولت افغانستان سفیر نماینده دائمی جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو هستند و اونجا شورای حقوق بشر هفته گذشته جلسه داشت و گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در امور حقوق بشر آقای ریچارد بنت گزارش خود را در مورد وضعیت زنان و دختران ارائه کرد. اونجا هم تمام امی مسائل تخطی های بشر که از طرف طالبان انجام شده در اونجا مورد بحث قرار گرفت. نماینده جامعه مدنی هم اشتراک داشت. تفاهم دارین عین اجندا را، عین مطالب را، عین نظریات در رابطه با نوی کارکردهایتان یا در رابطه با تصامیمی که میگیرین یا مسائلی که شما پیشنهاد میتین به مقامات سازمان ملل با ژنو یک چیز است یا ژنو از دیدگاه مختلف موضوع افغانستان در طرف؟ ژنو بیشتر مسائل سازمانهای نهادهای مربوطه سازمان ملل متحد و سازمانها اکثریتش مقرشان به ژنو است و اونجا شورای حقوق بشر یا هیومن رایتس کانسل است و تصامیم و جلساتی را که اونا همیشه بر تصویب میشه و در نهایت گزارش از او به مجمع عمومی در نیویورک تقدیم میشه و اینجا هم مورد تایید و بحث قرار میگیره. آقای فایق عزیز، خب چشم امید مردم افغانستان فعلا طرف شماست. چنانچه مصاحبه داشتم با آقای احمد سعیدی، از قبلگاه شما یاد کرد، از کارکردهای شما، از لیاقت شما. حال مردم افغانستان یگانه امیدش همین سازمان ملل است و گرچه میگن که سازمان ملل متحد وظایف خود را به وجه احسن انجام نداده. اخیرا در شمال افغانستان طالبان به اساس هدایت دولت پاکستان تی تی پی یا طالبان پاکستانی را به قسمت شمال افغانستان منتقل کرده، گویا که پاکستان اونا را میخواد بمباردمان کنه. چطور این قضیه است؟ چه قرار است؟ اونا ناقلین هستند، اونا طالبای پاکستانی هستند، چرا پاکستان چنین تصمیم میگیره؟ چرا اونا را از یک جا به جای دیگه یا عقب از این مثلا زیر کاسه به اصطلاح نیم کاسه است؟ خب این موضوع واقعیت است. سخنگوی طالبان هم میره در سخنرانیشان یا در مصاحبهشان را تایید کردند. یکی از نگرانی های بزرگ مردم افغانستان فعلا همی است که یک تعداد از جنگجویان خارجی بیشتر از 21 یا 20 گروه تروریستی در افغانستان فعلا حضور دارند و این در گزارش اخیر کمیته تعزیرات یا کمیته نظارت و تحلیل از تیم 14 گزارششان این مسئله تایید شده که حضور گروه های تروریستی، روابط القاعده و تی تی پی و جنگجویان خارجی با گروه طالبا این واقعیت است. متاسفانه یک نگرانی بسیار عمده و عمیق است از طرف مردم افغانستان، چرا هر نوع تغییر و یا هر نوع تلاش به منظور اسکان جنگجویان خارجی، توزیع پاسپورت و یا توزیع تذکره به آنها و یا ای که کوچهای اجباری مردم بومی و مردم محله در ولایت های مختلف تحت بهانه های مختلف، ای یکی از سیاست های ناکام و تبعیض‌آمیز خواهد باشه که این متاسفانه باعث جنگ و باعث بحران، تداوم جنگ و بحران و بین مردم افغانستان و در آینده خواهد شد. امیدوار هستیم که این جلوش گرفته شود. اخیرین در پاکستان مهاجرین بسیار وضعیت بد امرایشان صورت میگیره. دفعه قبل که ما شما مصاحبه داشتیم در رابطه به رهایی زندانیان، مخصوصا اطفال که با والدینشان زندانی بود، کارهایی را انجام دادین در دیدار با آقای عمران خان و مقامات عالی رتبه پاکستان. فعلا در این رابطه که اخیرن افغان ها خیلی دچار مشکلات هستند، نقش سازمان ملل و خصوصا نقش شما چی است؟ ما البته مسئله مهاجرین یک مسئله بسیار نگران کننده هست. واقعا مهاجرین افغانستان هم در ایران، در پاکستان، در کشورهای منطقه، در ترکیه، یونان، در تمام کشورها
به اندازه اسفناک و مایه نگرانی و تشویش است. با مهاجرین افغان برخورد ناشایسته نادرست صورت میگیره. ما پیوسته با کشورهای میزبان به تماس هستیم، از اونها خواهش کردیم که مشکلات مردم افغانستان و مهاجرین و پناهجویان در نظر بگیرن. واقعا یک مسئله است که این هم ارتباط میگیره به کشورهای میزبان و هم ارتباط میگیره به ملل متحد. دفتر UNHCR که مقر اصلیش به ژنو است، در اونجا هم همکارای ما از طریق خود نامه فرستاده شد از طرف شورای هماهنگی سفرا و ما این مسئله را تعقیب کردیم. متاسفانه مسئله مهاجرین یک موضوع بسیار پیچیده است و چون حجم به نهایت زیاد از مهاجرین افغان به نهایت بلند است، تعدادشان برای کشورهای میزبان و برای سازمان ملل متحد واقعا مشکل است که به این مسئله رسیدگی کنند. ولی ما تلاش خود را میکنیم، صدای مهاجرین خود را رساندیم به گوش مقامات ملل متحد. امیدوار هستیم که مسئله حل شد و به می ترتیب یک درد دل از ماست که مهاجرین ما در کشور هندوستان، جناب سفیر، یعنی تعدادشان رقمش بسیار بالاست. هر روز شکایتشان بر رسانه ها، مخصوصا با ما که گویا یک زن دلسوز هستی و دست بالا داری و با کاخ سفید و با آقای فایق و با سفرا رابطه داری. نه UNHCR هم روی از اونو همکاری میکنه، نه خود دولت این کمکایی را که یک مهاجر حقش داره برشان داده میشه. بالاخره سرنوشت افغانایی که مهاجر هستند در کشور این چی است؟ نقش شما چی است؟ میخواین یک دادخواهی کنین برای زمونا که این طرفه شوید، یا دولت این برشان هم حقوق شهروندی و حقوق مهاجرت برشان بده، و یا ای که شما که همیشه دلسوزی دارین اونا را از حالت نجات بتین که اقلا به یک کشور مترقی برن؟ ببینین واقعا ما نمیخواییم که حقیقت موضوعی است که در این مسئله همگی ما ناتوان هستیم. چرا؟ به خاطر که سازمان ملل متحد خودش عاجز است، از عهده ازی برآمده نمیتونه. خودشان بارها مقاماتشان به ما گفتن که ما متکی به کشورهای عضو هستیم، اونا باید بپذیرن. خود سازمان ملل متحد امکانات را ندارن. خب هر کشور حق داره که چقدر به اساس امکاناتشان میتونن مهاجرین بپذیرن، ولی مشکلات امروزی مهاجرین افغانستان به نهایت زیاد است، حجمش بلند است. موضوع مهاجرین اوکراین هم مسئله بود که واقعا متاثر ساخت بحران یا پروسه روند پذیرش مهاجرین افغانستان. و ما پیوسته به تماس هستیم، مقامات کشورهای مختلف و شمول هند به ما وعده ها دادن، ولی موضوعی است که صلاحیت ملی کشورها است، ما نمیتونیم سر از اونا واقعا فشار بیاریم. یکی از راه حل ای است که اگر در وطن ما واقعا یک دولت مسئول و یک دولت همشمول، دولت مشروع، دولت دلسوز ایجاد شوه، وطن ما آرام شوه، هیچ افغان مهاجر لازم نیست که وطن خود را ترک کنه. همگی خوش خواهد بودن که پس دوباره برن به افغانستان، پس به وطن خود زندگی کنن. اینجا طالبان هم نقش دارن که تاکید ما همی است که باید از در افغانستان تلاش ها صورت بگیره که یک حکومت مسئول و پاسخگو و مشروع ایجاد شود که بتانه برای برنامه های را برای اسکان مجدد و برگشت و عودت مهاجرین مساعد بسازه. این یگانه راه حل میتونه باشه. جلسات را که شما پیوسته دایر میکنه، سازمان ملل دایر میکنه، نقش شما چشمگیر و اساسی است. چه نتایج و به اصطلاح پیامدها در قبال خواد داشت جناب سفیر؟ خب تحولات اخیری که در قسمت مسئله افغانستان رخ داده، اول خو تصویب دو قطعنامه بسیار مهم است. یک قطعنامه که از طرف شورای امنیت به اتفاق آرا به تصویب رسید، اول محکوم کردن سیاست های زن ستیزانی طالبا بود که به اجماع آرا از طرف تمام کشورهای عضو شورای امنیت به تصویب رسید. قطعنامه دومی حمایت از تمدید ماموریت یونما بود که با یک حمایت قاطعی به تصویب رسید. و قطعنامه سیومی که بسیار مهم است، قطعنامه‌ای بود که در اونجا از منشی عمومی خواهش شد که یک گزارش یا یک ارزیابی مستقلانه را در مورد افغانستان انجام بده و با توجه با تمام جوانب درگیر در قضیه افغانستان و با مشوره نزدیک با تمام کسانی که در مسئله افغانستان دخیل هستند، زنان، دختران، جامعه مدنی به شمول طالبا و گروه های مختلف سیاسی، در قبال افغانستان یک
ارزیابی مستقلانه را با سفارشات خود در ماه جون به شورای امنیت ارائه کنه تا باشه که شورای امنیت و جامعه جهانی در مورد افغانستان یک استراتژی مستقل یا یک استراتژی واحد و منسجم را اتخاذ کنند. این بسیار مهم است که به این راستا تلاش ها ادامه داره. منشی عمومی هماهنگ کننده خاص را تعیین کرده و او فعلا به افغانستان هم سفر کرده، قرار است با افغان ها به شمول طالبا و شمول طرف های نماینده های زنان ملاقات داشته باشه و همچنان به کشورهای منطقه و بعد از او اینا قرار است که گزارش را ارائه کنند. این امیدواری است که و همچنان منشی عمومی یک جلسه را در دوحه برگزار کرد. قرار است جلسه بعدی از او را با نماینده های خاص کشورها در یک از کشورهای منطقه و یا جای دیگر برگزار کنه. هنوز نهایی نشده، در ماه جولای بحث ها و مشوره ها ادامه داره. این مسئله موضوعی است که امیدواری ها را ایجاد کرده. امیدوار هستیم که سازمان ملل متحد در مجموع با جامعه جهانی بتونن یک استراتژی منسجم و یا یک راهکار واحد را در قبال راه حل یا راه بیرون رفت و مسئله افغانستان تصمیم بگیرن. تاریشه در آب است، امید ثمره از دو تا سوال دیگه. ریچارد بنت گاگای سفر میکنه تا در افغانستان که یک دفعه طالبان نگذاشته بودیشان برشان خط سرخ تعیین کرده بود، یکی. و سوال دیگه خانم آمنه محمد که یک بار رفت و به قول بعضی ها خطا کرد که به طالبان پیشنهاد کرد که شما به رسمیت گویا شناخته میشین، هنوزم با موشیوی قبلی با طالب برخورد میکنه یا از او کردهش پشیمان شد؟ خب خانم آمنه محمد معاون منشی عمومی صحبت های را در یک فضای اکادمیک بیان کرده بود، البته منظور از اونا به این مسئله نبود. بعدا این مسئله را خود منشی عمومی بعد از کنفرانس دوحه واضح ساخت که کنفرانس دوحه که برگزار شد با نماینده های خاص کشورها به خاطر به رسمیت شناختن نیست هدفش، بلکه کار روی یک استراتژی واحد و یا یک راهکار واحد از طرف جامعه جهانی می باشه. و کارکردهای ریچارد بنت. ریچارد بنت هم شما هماهنگ می سازن وقتی افغانستان سفر میکنه آقای بنت؟ ریچارد بنت بیشتر به اساس ماموریتی که شورای حقوق بشر برشان داده به اساس از او عمل میکنن و گزارش خود به شورای حقوق بشر ارائه میکنن، ولی مسئولیتشان این است که با تمام طرف ها ملاقات داشته باشند، به افغانستان سفر داشتند تا حال را گزارشات را که ایجا ارائه کردن واقعا مستقلانه و گزارشات دقیق و مستند بوده. و با عنوان آخرین سوال، فعلا به رسمیت شناختن طالبان آیا نزدیک است؟ چند کشور ابرقدرت در سازمان ملل مثلا چین است، روسیه است، ایران است، کسایی است که حمایت میکنن ظاهرا از طالبا، فکر میکنین که به موضع‌گیریشان حساد است یا تغییر کرده؟ چند کشور طرفدارش به رسمیت شناختن طالبا است، چند کشور برعکس؟ فکر میکنم که تا به می لحظه که ما صحبت میکنیم و همچنان نظر به می جلسه اخیری که برگزار شد، هنوز بحث به رسمیت شناختن طالبا با توجه به عملکردهایشان و سیاستهای سختگیرانه‌ای که در مورد حقوق بشر و حقوق زنان دارن هنوز روی بحث نیست و این بسیار وقت است که سر از این کشور است. بله، و از یک سوال دیگه که در ذهن من میشه میگرده آقای فایق عزیز، مقامات مختلف سازمان ملل هم از زن مرد با طالبان مستقیم و غیر مستقیم میرن میبینن، شما به عنوان یک افغان که طالبان خود افغان است چه میگن؟ مسلمان میگن، شما هم مسلمان، هم یک جوان تحصیل کرده و جوانی که تجربه دارین در سازمان ملل، چرا نمیخواین که روی روی با طالبان مسائل حل کنین؟ اونا نمیخواین یا شما نمیخواین که رویشان رو ببینین؟ خب بحث افغانستان بحث موضوع منافع ملی افغانستان است. ما آماده هستیم که به خاطر مردم ما، به خاطر تأمین صلح و ثبات، رفاه و احترام تمام حقوق اساسی مردم ما، آماده هر نوع تلاش، گفتمان و دیالوگ که بتانه منجر به تأسیس یک دولت یا یک تأسیس حکومتی که در او مردم افغانستان، تمام اتباع افغانستان صلاحیت انتخاب و ارادهشان در او تمثیل شوه باشه، آماده هستیم. متاسفانه این طالبا هستند که تا حال را نه تنها به مردم افغانستان درهای مذاکره و تفاهم بستن، بلکه با جامعه جهانی، بلکه با تمام کشورهایی که حتی اینا گفتمان داشتن، تعهد داشتن، وعده های خود را عمل نکردن و این باعث شده که افغانستان امروز به طرف یک انزوا قرار بگیره. جناب نصیر احمد فایق، سفیر و نماینده دائمی و فوق‌العاده افغانستان در سازمان ملل، از توضیحات همجانه و بکر شما بسیار تشکر. گپای نو گفته، گفتهای نو، خوشخبری ها، ممنون. شما موفق باشین، بر شما توفیق توانی از خداوند آرزو میکنیم در امور رسمی و شخصی. سلامت باشین، زنده باشین.